در بخش دوم برنامه شکوفه ها قرار داریم و امروز خوشبختانه حضور کودکان بسیار نازنین با استعداد و خلاق را در برنامه داریم که خیلی قشنگ صحبت میکنن، خلاقات های خوبی دارن، استعداد بسیار عالی دارن. امروز در برنامه هستیم و در این بخش برنامه حضور ناز بیبی موسوی، یک تن از دیگر از کودکان بسیار نازنین و با استعداد را در برنامه داریم که بیشتر در برنامه صحبت خواهیم کرد. سلام ناز بیبی، صبح بخیر. سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش اومدین به برنامه. زنده باشید. خب از اینجا صحبت ها را آغاز کنیم که مکتب کجا رساندین، سنف چند شدین بخیر؟ مکتب خب من سنف 6 هستم و در سال نمیتونم که تعلیم کنم و این خیلی مرا ناراحت کرد. خب ناز بیبی، در اول برنامه گفتین که ما میخواییم خود را به زبان انگلیسی معرفی کنیم، یاد رفت؟ میخواییم نمی اول برنامه انگلیسی صحبت کنیم. In the name of Allah, I am Naz Bibi Musavi. I'm in grade 6 and Mudiran High School. We thankful from Subha Farda for invited us on their TV channel. بله، خیلی عالی. ما هم تشکر میکنم از اینکه شما امروز در برنامه اومدید. خیلی قشنگ صحبت کردید. خب اینجا چند تا تقدیرنامه داریم از ناز بیبی که درباره نام صحبت داشته باشیم که اینا را از کجا گرفتن. خب درباره صحبت کنید، اینا را تقدیرنامه را از کجا گرفتین؟ اولی را که من در امتحان چارلیما در لیست تخصصی مدیران مقام اول کسب کردم و ای از لوی تقدیرم است. و بله، خیلی عالی. و مقام اول در صنف چهارم. خب درباره هم صحبت داشته باشین، اینا را به چه مناسبت گرفتین؟ ایرا وقتی که من صنف سوم بودم در امتحان سالانه مقام اول کسب کردم و این هم تقدیر نامه است. خیلی عالی. یعنی در کل دیگه بخی اول نمره بودیم دیگه. بله. ماشاءالله ماشاءالله، خیلی عالی. خب یک مدال هم اینجا داریم، اگر درباره این مدال تون هم صحبت کنیم، خیلی قشنگ است. این را از چه گرفتیم؟ این هم را ایرم را از امتحان چانیما در صنف ششم در لیست تخصصی مدیران گرفت. خیلی عالی. خب مکتب مزامنایی که کمی برای سختی میکنه، اینا بیشتر میخوای رویش کار کنی، بیشتر تمرین کنی و نیاز داره که بیشتر بخونی، کدام مزمونه هست؟ هیچ کدام مزمونی به من سختی نمیکنه و من میخوایم زیادتر به مزمون انگلیسیم زیادتر برسم و زیادتر زبان انگلیسی رو یاد بگیرم. خب غیر از اینکه مکتب میری، مصروفیت دیگه هم داری؟ کورسی چیزی هم داری؟ نه خیر، من کورسی چیزی نمیرم، ولی میخواهم خودم را در کورس انگلیسی شامل کنم و خودم سرگرمیم. بعضی وقتها شعر مینوازم، خودم شعر درست میکنم. خیلی عالی، یعنی شاعر هم هستین دیگه. امروز در خدمت یک با استعداد خیلی هم قشنگ صحبت میکنه و شاعر هم هست در برنامه هستیم که بیشتر واس شعرهایی که نوشتین از شما پرسان میکنیم. خب این را بر ما بگی که انگلیسی به نظر شما چرا باید انگلیسی بخونیم؟ فواید انگلیسی خواندن چی هست؟ چی کمک به ما میکنه؟ انگلیسی زبان جهانی هست که همه زبان ها زبان انگلیسی را خوب میفهمند و ما باید زبان انگلیسی را یاد بگیریم، یا همیشه که در سفری برویم و باید در یک زبان مثلا متفاوت باشه، ولی ما انگلیسی را یاد داشته باشیم میتونیم که درست صحبت کنیم و مفهوممان را به آنها برسانیم. بله، خیلی عالی. خب شعرهایی که خودت نوشتی امروز با خود آوردی، چی شعرهایی گفتی و شعرهایی که نوشتی؟ من زیاد شعر می نوشتم و یکیش آن فقط حفظ هستم و من برای این روز یکی از شعرهای مولانا را حفظ کردیم. خیلی عالی. من میخوام یک شعری که خودت گفتی از خودت نوشتی حفظ کردی، یک شعر خود را بخوان، بعدش باز یک شعر از مولانا میخوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. افتخار اول محمد، افتخار آخر محمد، افتخار همیشگی محمد، تا زمانی که هست افتخار ما محمد.
عزیزترین چیز برایش خدا، خدا عزیزترین چیز برایش محمد. خیلی عالی، خیلی عالی. شعر بسیار قشنگی نوشتین. شعرهای تو باز در کتابچه می نویسین و خیر یک وقت دیگه باز چاپ میکنین، درسته؟ بله. در ادبیات، در شعر نوشتن، شعر سرایی، شعر سراییدن هم علاقه دارین؟ بله، خیلی زیاد. رشته که میخوای تحصیل باز داشته باشی با خیر و کاری که میخوای بگیری در کدام بخش است؟ میخوای چه کار شوی؟ من خودم زیاد به شاعری و نویسندگی خیلی علاقه دارم و استعداد هم دارم، ولی وقتی که برم دانشگاه میخوام که یک دکتر داخل شوم و مریضای ما تداوی کنم. خیلی عالی. کلگی دکتر شوه دیگه، باز بخیر مریضش نمیمونه دیگه. خیلی عالی. خب شعری که گفتی از مولانای عزیز هم امروز حفظ کردی، میخوای در برنامه دکلمه کنی میشنویم؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است، دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی. اینگونه چرا در پی اثبات خدایی؟ همسایه من گشنه و ما سیر بخوابیم. از خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز، برخیز و کمی کعبه اعمال خودت باش. چنگی به نقابت بزنم مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است. تصویر خدا پشت همین کهنه نقاب است. تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است. خیلی عالی، خیلی قشنگ. شعری بسیار قشنگی، دکلمه بسیار قشنگی کردی. خب ناز بیبی، من میخواییم یک صحبتی هم درباره داشته باشیم که کسانی که همسن سال شما هست مکتب میرن، کارهایی که اونا باید بکنن در کنار که میرن مکتب، درسای خدا میخوانن، استاد کارخانگی میده، اونها رو انجام میدن، به نظر شما یک شاگرد مکتب باید دیگه چه کارا رو انجام بده؟ زیادتر شاگرد مکتب زیاد به فکر ساتیری هست و هیرا خودم تجربه کردیم. بله. و نباید در فکر ساتیری بشیم، یعنی وقتی که ما باید وقت داریم و به جای ازی که بریم بازی کنیم، باید بریم درس های ما را بخونیم و مروری به درس های ما بکنیم که این بهترین چیزی هست که من خودم دارم. وقتی که بیکار میشوم میرم شعر می نویسم یا کتاب می خوانم و یا درس های من مرور میکنم. خیلی عالی. کتاب های غیر از مضامین مکتب هم مطالعه میکنی؟ مطالعه بیرونی هم داری؟ کتاب هایی رو میخونی؟ بله، من زیاد کتاب داستان خیلی دوست دارم و خیلی میخونم و کتاب های درباره اسلام و حجاب زیادتر میخونم. ماشاءالله، خیلی عالی. چند تا از کتاب هایی که خواندین میتونین اینجا در ذهن شما هست که بتونین نامش رو ببرین که کتاب بود، چه خوبی هایی داشت، چه چیزی را شما تونستین از کتاب یاد بگیرین؟ یک کتاب بود به اسم حجاب شرعی که من واقعا زیر تاثیر رفتم، به خاطر اینکه کاملا چیزهایی که ما داشتیم گفته بود و خیلی یک کتاب خوبی بود و من تونستم که درست خودم کشف کنم. بله، خیلی عالی. به نظر شما کتاب خواندن و مطالعه کردن چقدر خوب است؟ چی فایده هایی داره برای یک نفر که کتاب بخونه، مطالعه داشته باشه؟ اگر ما کتاب بخونیم هم معلومات به ما و هم استعداد ما بالا می رود و به جای ازی که بازی کنیم باید برم کتاب بخونیم و یک وقتی می شود که مثلا ما در یک جایی قرار بگیریم و یکی از ما بپرسه که مثلا چی کاری می کنیم، باید ما بگیم کتاب می خونیم و مفهوم او کتاب رو برش برسانیم که این کتاب خیلی خوب است. بله، خیلی عالی. نازبیبی با استعداد حتما یک تقسیم اوقات منظمی هم برای خودش داره دیگه، درسته؟ بله. ای که در طول یک روز وقتی اول صبح از خواب میخیزه تا یک شب دوباره دیگه آدم میخوابه، چه کارهایی رو در طول روز انجام بده؟ تقسیم خود چی هست؟ میخوای در طول روز چه کارهایی رو میکنی؟ من که ساعت 8 صبح از خواب بیدار میشوم،
و صبحانه زیاد علاقه ندارم و بعضی وقتا نمیخورم و بعد امیدوارم که یکم به مطالعه کنم و بعدا وقت مطالعه کردم وقت مکتب ما میشه و میرم خودم حاضر میکنم باز پدر ما را ببرم میرسنم مکتب باز مکتب کاملا کل درسای ما میخونم باز میایم خانه همه لباسای ما تغییر میتونم و دستوری ما میشورم و غذا میخورم بعدا به کارخانگی های میرسم و یکم تلویزیون میبینم و خواب میکنم. بله خیلی عالی، بسیار برنامه قشنگی داری. ولی ما دو از برنامه که گفتین دو چیز یادداشت گرفتیم برای خود اینجا. خب یکی 8 بجن خیلی ناوقت از خواب میخیزین، شما باید خیلی سحرخیز باشین اول صبح پیش از کلیگه بخیزین، چون حتما جاهای خواندی یکی از ویژگی های افرادی که بسیار موفق شدن به اهداف خود رسیدنی هست که صبح ها خیلی وقت از خواب میخیزن، حداقل چند تا ورزش میکنن. بله من وقتی که برنامه صبح بیدار میشم درست صحیح خواب نمیبره و باز یک دفعه که خواب میدین تا 8 بجه دیگه بیدار نمیشین. نه وقتی که نماز صبح میخونم بیشتر مثلا کتاب میبینم، کتاب میخونم. خیلی عالی. و یکی صبح از طرف صبح صبحانه هم نمیخورین دیگه، باز میخواین دکتر هم شوین، خیلی از دکترها دیگه توصیه میکنه که اول صبح هست، آغاز روز است، باید دیگه آدم خوب صبحانه خوب دیگه همتر مفصل نوشجان کنه تا آخر روز بسیارم سهدمند باشه، بتونم کار آخر با انرژی انجام بتونم. بله من صبحانه میخورم ولی علاقه ندارم. علاقه از صبحانه خوردن نداری نه؟ خیلی عالی. خب دیگه هم امروز در برنامه شعری چیزی آوردین، با صحبت بسیار قشنگی که داشتین شعر دیگه هم مونده که دکلمه کنیم. ما یک شعر به انگلیسی آوردیم. خیلی عالی. In the name of Allah, clean hands, wash, wash, wash your hands, wash those germs away, soap and water they track to keep them clean and dirty. خیلی عالی. بازنالی معنایش را برای همتان ما بگو که شعر چی معنا داشت؟ ما باید همیشه نظافت و مراعات کنیم و همیشه به دستای ما را بشوریم. وقتی که ما دستای ما را میشوریم همه میکروب ها از دست ما میره و ما میتوانیم با پاکی تمام روز خود را بگذرانیم. خیلی عالی. خیلی قشنگ. خیلی تشکر نازیبی جان. خیلی صحبت قشنگ داشتن امروز از اینکه امروز در برنامه تشریف آوردیم. ما میخواییم آن میریم طرف وقفه. ما میخواییم این وقفه رو خود اعلان بکنیم. درسته؟ بله. قبول داری؟ میشه همین الان وقفه کنیم و بعدا برمیگردیم به برنامه.